سلام دوستان و همراهان گرامی کانال بروزترین در این ویدیو به شما میگیم اگه زیاد خورما بخورید چه اتفاقی در بدنتون میافته. و قبل از دیدن این ویدیو از کانال بروزترین حتما این ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید خورما یکی از میوه های گرمسیری و پرخاصیتیه که طرفداران زیادی داره با این حال زیاده روی در مصرف خورما مانند زیاده روی در مصرف هر ماده غذایی دیگر میتونه برای سلامتی بدن مضر باشه. در این ویدیو به عوارض زیاده روی در مصرف خورما میپردازیم. مشکلات شکمی مصرف خورما به خودی خود هیچ عوارض جانبی جدی برای سلامتی بدن ندارد. اما متاسفانه امروزه استفاده از افسودنی هایی مانند سولفیت به آن میتواند باعث مشکلات متعددی برای انسان شود. سولفیت یک ترکیب شیمیایی است که به میوه های خشک می تا فاسد نشود و یا باکتری های مضر را آن از بین برود. سولفیت می تواند باعث بروز دلدرد، گاز مده، نفخ و اسهال در افراد شود. بروز جوش میوه های خشک مانند خرما می تواند باعث بروز جوش شود که مانند مورد قبلی دلیل اصلی بروز آن سولفیت است. حمله آسمی تحقیقات زیادی درباره تاثیر مصرف خرما در بروز حملات آسمی انجام نشده است. اما از آنجا که مصرف خرما می تواند باعث بروز آلرژی شده و خود آلرژی در بروز آسم تأثیر گذار است، می توان مصرف خرما را مرتبط با حمله آسمی دانست. افزایش وزن خرما دارای میزان قابل توجهی از فیبر بوده، اما دارای کالری بالایی است و زیاده روی در مصرف آن اضافه وزن و چاقی را به دنبال خواهد داشت. هر یک گرم خورما دارای دو ممیز هشت گرم کالری انرژی است که میزان بالایی محسوب می شود. بروز بیماری هایپرکالمی هایپرکالمی به بیماری اطلاق می شود که در پی افزایش سطح پوتاسیوم خون بروز می کند. خورما یکی از میوه های سرشار از پوتاسیوم است و زیاده روی در مصرف آن می تواند باعث بروز هایپرکالمی شود. موزر برای خردسالان خورما برای خردسالان سنگی محسوب می شود. آنها به سختی می توانند خورما را بجوند و از آنجا که دستگاه گوارش آنها تازه در حال توسعه یافتن بوده، هضم خورما بسیار دشوار است. مصرف خورما در نوزادان می تواند باعث خفگی و یا مسدود شدن نای آنها شود. بهتر است خورما را از دسترس نوزادان دور نگه دارید. عدم تحمل فروکتوز شیرینی خورما ناشی از قند فروکتوز است. برخی افراد توانایی هضم فروکتوز را ندارند و عدم تحمل به این قند را نشان می دهند. از آنجا که قند فروکتوز در دستگاه گوارش این افراد شکسته و جذب نمی شود. باکتری های دستگاه گوارش با استفاده از این قند اقدام به تولید گاز می کنند. امیدوارم که این مطالب برای شما مفید بوده باشد و از این که تا پایان با ما همراه بودید سپاس کذاریم. لطفا کانال بروزترین رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.